بگو قسم. میخواستم مرسی نظرت امیر. رو ببینم، این افرادی که جمع شدن و البته مثل که اونجوری که میگفتن همشون حق اشتراک میدادن به بی بی سی، و خب طبیعی حالا حق اشتراک هم اگه نمیدادن بازم حقشون بود که اعتراض کنن. به سیاست های بی بی سی فارسی خیلی اعتراض داشتن و من نمیخوام بگم آیت الله بی بی سی، ولی خب خیلی از تمام حرفاشون گفتی. درست بود. نه بالاخره خط مشی به نظر میرسه دارن و من بازم توهم توطئه ندارم، نمیخوام بگم همکاری از بینشون، ولی بالاخره دارن تریبون میدن، دارن به یه سری افرادی که دارن به نفع جمهوری اسلامی کار میکنن تریبون میدن و این به نظر من قابل مطرح مشکل کردن من و تریبون حقش نیست. دادنشون نیست. ببین به نظر من خیلی میگن چرا دارن تریبون میدن، مگه میشون تریبون ندن؟ من بقیه ویدیو بقیه کانال های تلویزیون، مثلا شما فکر کنید سی ان ان الان این همه طالبان میاره که بیا طالبان نظرش رو بده برای بقیه. ما کنجکاویم نظر طالبان چیه؟ خب یه سخنگوی طالبان رو سی ان ان میاره که صحبت میکنه که که مثلا کسی که مجری برنامه از طالبان سوال بکنه، این خیلی کاربرد داره برای ماها که ما مستقیم از خود طالبان بشنویم که مثلا الان حداقل تبلیغی که دارن میکنن نمیگن حرفشون رو باور میکنیم، ولی الان چیزی که میخوان بگن چیه برای جهان. خب یعنی که تریبون دادن به خودی خود مشکل نداره، خب ولی اگه تریبون دادن به طالبان بعد ازش سوالای سخت نکردن، یه مقدار چالشش نکشیدن، اون موقع میتونم میام از CNN نقد بکنم، میگم شما به طالبان یه تریبون دادین، چقدر موقعیت خوبی بود، یعنی بدین نمیگم ندید، خب و چه موقعیت خوبی بود که اینو به چالش میکشوندین، ولی گذاشتین هر چی هر خواب بزنه بخواد بزنه زد، یه سوال سخت هم ازش نکردین. خب اون وقت من میتونم اینو نقد بکنم CNN رو که مثلا چرا این کارو نکرده. خب ولی حتی اون موقع هم که نقد میکنم که نقدم هم به جا هست، به نظر من اگه یه کسی بیا تئوری بده که خب طالبان به سی ان ان داره پول میده، خب من اون موقع میگم که خب همه چی ممکنه، ولی تو سند داری؟ بعد بگن نه ندارم، ولی خب ببین اینجوری این کار این حرفاشون اینجوری بوده اینجوری بوده اینجوری بود، حتما داره تو جیب طالبانه. خب میگم بدون میتونه همه چی وجود همه چی امکان داره، ولی بدون سند من نمیتونم قبول کنم یه همچین چیزی رو. خب خیلی از این کسایی که بی بی سی رو نقد میکنن بدون سند یه ادعایی میکنن که میتونه هم درست باشه، ولی هر کسی بدون سند فقط بر اساس یه سری چیزایی که مشاهده کردن اگه دارن میگن اینا درسته، حرفشون بی خوده. ولی با حتی این درست باشه نباشه، بی بی سی به اندازه کافی صحبتهایی کرده که ما هممون باش مشکل داریم، یعنی رهوه صحبتشون، یعنی اینا امکان ببین حتی اگه اینا حمایت هم نشن از جمهوری اسلامی که من فکر کنم نمیشن چون یعنی نمیدونم میشن یا نمیشن چون سند نداریم، ولی ما فقط میتونیم نحوه بیانشون نگاه کنیم و نقد کنیم، بگیم شما میگیم بی‌طرفین ولی نحوه بیانتون اونجوری هم که خودتون ممکنه فکر کنین بی‌طرف نیست. خب حالا یا به خاطر اینکه واقعا خودتون طرف جمهوری اسلامی هستین، یا ممکنه به نظر من احتمال بیشتر اینه که کسایی که توی دفتر شما کار میکنن از یه سیستم اصلاح طلبی بیرون اومدن که عادتهایی دارن در برای یعنی روش صحبتشون یه سری یه فرهنگ یه عقاید دارن، یه فرهنگایی دارن که حتی اگرم طرف جمهوری اسلامی نباشن نرم و این یعنی نرم صحبت کردن در برای جمهوری اسلامی رو اینجوری میبینن و فکر میکنن اگه اینجوری صحبت نکنن دیگه زیادی رفتن طرف براندازی، جوری که اصلا دیگه ممکنه مثلا بی بی سی بی‌طرف به نظر نیاد، در صورتی که این به خاطر تجربهشون یعنی توی اون سیستمی که قبلا بودن یه مقدار ممکنه طرز فکرشون بیشتر به اون طرف باشه، یعنی توجیه مثلا دلایل مختلفی وجود داره که چرا اینجوری صحبت میکنه، ولی دلیلش هر چی که باشه نقد به جاست. ما میتونیم بیایم بگیم که آقا جون مثلا فلان کس آوردید، البته به امام مثال زیاد دیدم که مثلا کسایی که طرفدار جمهوری بودن اسلامی بودن آوردن، خیلی ها گفتن چرا تریبون دادین، بعد من رفتم نگاه کردم دیدم خب تریبون دادن ولی مجری کلی علیهش صحبت کرد. بعضی موقع هم البته تریبون دادن به یه کسی که اومده یه مقدار جمهوری اسلامی دفاع کرده و مجری چالش نکشیده، ولی بعضی موقع هم دیدم چالش کشیده، بعضی موقع به چالش کشیده ولی اونجوری که من می‌خواستم به چالش نکشیده، نمی‌دونی. ولی خب حال دلیلش هر چی باشه نقد به جاست و فشار
خوبه که هزینه داشته باشه به نظر من برای این رسانه ها که حواسشون باشه مثلا به سود به نفع جمهوری اسلامی کار نکنن. یعنی حتی اگه این کسایی که دارن تظاهرات میکنن یه سری نتیجه هایی گرفتن بدون سند، به نظر من میانگین یعنی فشاری که دارن میارن به طور میانگین تأثیرش مثبته. یعنی من دوست دارم که بی بی سی این فشار روش باشه که حواس که یعنی اینقدر یه سری حرفایی دارن میزنن که به نظر موقع به نظر من خیلی طرفدار جمهوری اسلامی میاد، این اگه هیچ هزینه روش نباشه که شما اصلا گوش میکنین دارین چی میگین بعضی موقع، من از موقع اصلا هرس میخورم وقتی بی بی سی نگاه میکنم، خب که اصلا گوش کن به حرف خودت یه ذره یه بار، یعنی واقعا حالیت هست داری چی میگی. یعنی دوست دارم که اینا اگه متوجه نیستن این فشار ها حداقل روشون بیاد که یه مقدار یه نتیجه مثبت به نظر من. نظر تو چیه؟ باشه به نظر من این که بحث حالا پول دادن جمهوری اسلامی به بی بی سی که خیلی زیادی بعیده، ولی اون که گفتی سخنگوی طالبان رو بیارن درسته، منم خیلی موافقم قاضی رئیس وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو بیارن و ازش سوال کنن، نه خیلی شدید، حداقل ملایمش رو سوال کنن. اونایی که میرن صحبت میکنن در واقع دارن حمایت میکنن جمهوری اسلامی که سخنگو نیستن، که اینا نقششون یه چیز دیگه است، همه هم میدونن اینا دارن چیکار میکنن، اینا در واقع دارن به قول عامه میگن مالکشی میکنن، یک جایگاه رسمی نیست که بخوای سوال رسمی ازش بپرسی. یه افرادی میرن اونجا که مشخص کارشون چیه، البته خب نقد که وارده، ولی به نظر من اون اینجام که افرادی هستن اونجا که فکر میکنن اینجوری کار میکنن، سیاست کلی یک رسانه فکر نمیکنه با تعدادی از افرادش تغییر بکنه لحن نقد کردنش. ولی به نظر من اگه جایگاه رسمی رو تعریف کنه، یه نفر رو بیارن که در جایگاه رسمی باشه خیلی فرق میکنه با اینکه یه نفر که کارش مالکشیه. نیلوفر هم داره میگه حالا میگه نقد تون یه بار از بی بی سی بکن مطمئن بشیم. من ازن من که نقد کردم به شدت موقعی که سهیل من تون نقد تون این انتظار دارم بگی مثلا چه نمیدونم ارگانیک باید باشه، من همجوری من دکمه ندارم که از دکمه عصبانی از اون مدل هرسانس میخوری بعضی مواقع یه چیزایی میشه گفت عصبانی میشی، ولی خب نمیگیم اینجا یه نفر. خب من باید یه نفر باشه که ببین من دکمه من مثلا هالک نیستم که دیگه کنترل داشته باشم که کی سبز میشم، اینجوری نیست. شما خیلی انتظار عجیبه. نه ولی قاسم جان من فکر کنم این چیزی که تو گفتی مقدار اشتباهه که فکر کنی فشار روشون نیاد، چون که من که تو دفتر بی بی سی بودم به من گفتن که اتفاقا فشار روشون زیاده، برای اینکه الان مخصوصا بعد از اینکه ایران اینترنشنال اومد خیلی تعداد بیننده هاشون از قبلا رفته پایین تر، یعنی خیلی هر دفعه که یه برنامهشون تموم میشه بعد از برنامه میان کلن یه کال با شکافی میکنن که چه مثلا بررسی کنن که برنامه هاشون مثلا چرا بیننده داره یا نداره، یعنی خیلی ترس برشون داشته که من اگه تعداد بیننده هاشون بره پایین تر هزینه ای که بی بی سی داره میکنه ممکنه برای بی بی سی پرژن ها ممکنه قطع کنن. خب و یه چیز دیگه هم بگم، این تظاهرات جلوی دفتر بی بی سی ممکنه خیلی از کسایی که تو بی بی سی کار میکنن تو بخش مثلا بالای بی بی سی کار میکنن که تعیین میکنن که آیا به بی بی سی فارسی بودجه براش قائل شن یا نشن، ممکنه باعث بشه که بعضیشون بیان یه بررسی دیگه بکنن که ما این همه ایرانی مثلا داریم که مثلا ما داریم مثلا برنامه بی بی سی فارسی درست میکنیم برای اینکه فکر میکنیم داریم یه بی بی سی فارسی داریم درست میکنیم که به طور بی‌طرف داره اخبار میده مثلا به ایرانی ها و این درخواست زیادی براش وجود داره. خب اگه کسایی که تو بی بی سی کار میکنن از وسط این تظاهر کننده رد شن ممکنه با خودشون بگن بیایم یه بررسی دیگه بکنیم که آیا این واقعا اون جوابی رو که باید بده میده یا نمیده، میدونیم از چه ممکنه این تاثیر رو بذاره. برای همین اتفاقا جلوی دفتر بی بی سی این تظاهرات کردن ممکنه خیلی اینا رو استرس براش میاره. آره ممکنه فیلم شده. اوکی خیلی ممنون، فکر کنم دیگه ببندیم من... برنامه رو. آره نیلو فرمگی من عروسک شبازی نبود دیگه قبچی گفتم فوش بده. من که آیت الله بی بی سی حداقل حجت الاسلام رو بگو، حالا آیت الله نمیگی نه من حد طلبه بگو
کلمه. آقا یه سوالی، شبکه های دیگه بی بی سی هم همچین حرف هایی هست در موردش؟ بی بی سی عربی، بی بی سی نمیدونم ترکی، بی بی سی دیگه؟ نه نه اتفاقا نه. این توتای توهم ما ایرانی ها نسبت به همه چی انگلیس. این یه چیز قدیمی تره قاسم. این که انگلیسی ها بودن همیشه یه توهمی هست که تو ایران مونده. یه چیزی هم بود بگو بگو. نه ببین، این یه جوکی هم بود تو سریال ایرانی که همه چی رو میگفتن یه همه چی انگلیسی هست. آها سریال چیز ناپلئون. خیلی فوق‌العاده است کتابش. کتابش فوق‌العاده، حتما بخونید. چیه؟ کار انگلیسی هست. اتفاقا یه خدمتکارم داره اسمش قاسمه، همش تکی کلامش اینه، میگه قاسم اینا انگلیسی هست، میخوام منو بزنن. آره این توتاه هایی که ببین، همین گوی که مثلا تو آمریکا اینا همه چی برمیگرده، توتاه ها برمیگرده به یهودی ها، برای اینکه تاریخش هست که همه چی رو فکر کنن تقصیر یهودی هاست. این یه تو ایران هم یه تاریخ، ما تاریخ توهم اینو داریم که همه چی برمیگرده به انگلیسی ها، یه جور انگلیسی ها توی مقصر. برای همین فکر کنم چند تا دوستای خودم هم شنیدم میگن، اصلا یکی دوستامون میگفت، خودش میگفتش که آقای لاریجانی اون موقع رئیس قوه قضاییه بود، هر هفته یه پرواز داره میره انگلیس و میاد. میگفت یکی از دوستاش هست توی هواپیمایی میگن، توی یکی از این شرکت‌های هوایی، میگفتش که هر هفته یه پرواز اختصاصی دارن، آقای لاریجانی میره انگلیس و میاد. خب برو بیاد، شاید اونجا املاک داره، مثلا میره سر میزنه میاد. از این بحثا هست دیگه. کلا یه چیزی بگم، من یه حساسیتی که دارم الان نیلوفرم، دلیلش هم به نیلوفر میگم، میگه نه اصلا آرمین من این جسارت رو نکردم، من شوخی داشتم میکردم. نیلوفر میگه ولی نقد شما به رسانه ها خیلی آرومه. یه دلیلش اینه که ما قدر این رسانه های قدر این رسانه ها رو نمیدونیم. ما خیلی از این کسایی که مثلا روی یوتیوب هم تو بخش انگلیسی هم تو فارسی میام، همش میان میگن که CNN فلان، مثلا MSNBC فلان، چه میدونم BBC فلان. بعد تمام اخباری رو که ما داریم میگیریم از همین، به خاطر این فعالیتی هست که این رسانه ها دارن میکنن. میدین ازم چیه؟ ما اومدیم نشستیم اینجا، اینا اونا دارن همه کارهای سخت رو میکنن، دارن جورنالیست و رپورتر میفرستن تو میدون. ببین مثلا تو آمریکا کلی میان مثلا میگن CNN، هیچ چیز CNN رو نمیتونیم باور کنی. خب مثلا همه یوتیوبرای که روی یوتیوب میان استریم میکنن میگن CNN همش دروغ میگه. بعد میان برنامه CNN و رپورتای CNN رو که اینا مثلا رفتن رپورتر فرستادن وسط افغانستان، زن سفید پوست موبولوند آمریکایی وسط حکومت طالبان CNN فرستاده، داره برای ما اخبار از اونجا وسط اونجا داره برای ما اخبار میفرسته. خب یعنی من نمیدونم این خانم شجاعتی که داره من هیچ وقت ندارم. خب و همینایی که دارن کلی نقد میکنن CNN رو که اینا نمیشه چیزی باور کرد، اخبارای این خانم رو دارن برمیارن تو خونه شون، مثل من رو صندلی نشستن زیر کولر، میان تمام کارشون اینه که بیان این اخباری که اینا زحمتشو کشیدن و بیان بررسی کنن و تحلیل کنن برای شما. یعنی اصلا قدرشو نمیدونن. خب معلومه بعضی موقع اشتباه میکنن، نقدشون هم میکنیم، اینشو قبول نداریم، اونشو قبول ندارن، ولی میگن دستی که داره بهت قضا میده رو گاز نگیر. خب اینا شما هیچ اینا اگه این رسانه ها فعال نبودن، شما فهم کنین اطلاعات از تو خلا به شما میرسید. یعنی نمیدونن یه قدر اینا رو یه مقدار بدونین. در مورد رسانه ها، حالا من یه چند تا مطلب دیدم در مورد این اصول دموکراسی، چند تا دیدم، شیشتایی هست، هفتایی هست، پنجتایی هست. یه سری اصول هست، میگن اصل چهارمش رسانه است. یعنی حالا سه تاش نمیدونم سه تاش دقیقا کدومه، که میگن اصل چهارمش رسانه است، مثلا این باید روش نقد باشه دیگه، روی رسانه هم دقیقا باید نقد باشه. حالا حمایت هم باید بشه طبیعتا، ولی خب اونیم که میره گزارش تهیه میکنه داره حقوقشو میگیره دیگه. آره من ببین حقوقشو داره میگیره، خب ولی من هیچ حقوقی رو، من پول انقدر برام ارزش نداره که برم به یه سری رپورترهای مثلا CNN و BBC و حتی الجزیره و چه میدونم این آلمان چیه DW و همه اینا رو، من بعضی موقع یه چیزایی نگاه میکنم، من به خودم میگم که هیچ پولی نیست که من بتونم قبول کنم که این کاری که اینا دارم میکنم و این جایی که اینا دارم میرم، کاری که اینا دارن میکنن بکنن. حالا البته خب ببین فقط هم پول نیست، خیلی هاشون انقدر اصلا ابسسن. من بعضی از این رپورترها رو که مثلا میرن تو افغانستان و عراق و سوریه و اینا اخبار برای ما در میارن، خیلی هاشون برای پولش نیست که این کارو میکنن، خیلی هاشون اصلا از بچگیشون یعنی یک اشتیاقی به
اینکه ژورنالیست یا همچین ژورنالیستی باشن دارن. اتفاقا من بعد یکی از این خانوما رو دنبال میکردم که تو سوریه یه خبرنگار فکر کنم سی ان ان بود که تو سی ان توی سوریه و آخرام مرد تو بمبارون مرد. یعنی همه رپورترها که داشتن میرفتن بیرون، این شهری که داشت بمبارون میشد حتی زمانی هم که بمبارون داشت میشد موند که تا لحظه آخر اخبار بده. یه فیلم هم دربارش اتفاقا ساختن، نمیدونم کسی میشناسه یا نه، حالا من این روز پیدا نمیشناسم. میخواستم عصبانیت کنم که داشتی میشدی اولش یه ذره خودت جمع کردی. الان من درست میکنم قاسم، الان درست. اوکی من میگم دیگه تموم دیگه، ببندیم. آره فقط قبل از هر چیزی من بگم از بچه‌ها همه یکایی که بچه‌ها ممنونم، بچه‌ای که تو لایو چت بودن، بچه‌ای که یه چیز کوچیک بگم، یه چیز کوچیک فقط سریع من یه جمله. ببین آزادی بیانم تو لایو چت دارم میگم، بله آزادی بیان یعنی آزادی تجمعات کسایی که جلوی بی بی سی داشتن از بی بی سی نقد می‌کردن. خب ولی یکی از مهمترین شاخه‌های آزادی بیان دفاع از رسانه است. اینو نقد از رسانه بکنید، نقد به شدت از رسانه بکنید، ولی دفاع هم از رسانه بکنید. بدون رسانه ها ما کاملا تو خلای اطلاعاتی قرار میگیریم. بگو ببخشید بابک شمع. خواهش میکنم. حالا که اینجور تو افن پریدی اینم بخون چی نوشته، بلند بخون. آیت الله بی بی سی راضی شدی؟ اوکی نیلوفر راضی شدی؟ بچه ها راضی شدی؟ آیت الله عظما، عظماش هم بگیم آخر سر گفت. آره ممنونم از همتون، از یکایی که بچه هایی که با ما همکاری میکنن، خود قاسم عزیز که اینجاست، عرض کنم که افشین، سام، یاسر دیگه، سامانم که اومده بود، محسن، همه بچه هایی که با ما هستن، دستون درد نکنه، سپاسگزاریم. یه تشکرم کنم، من خودم به شخصه میخوام تشکر کنم از میلاد عزیز، امروز اومد در لونه شیر قرار گرفت پلوی ما. عرض که امیدوارم که این برنامه رو بازم با میلاد عزیز داشته باشیم دیگه. تا برنامه دیگه بدرود، خدا حافظ، خدا نگهدار.